آتش سوزی در تونل شمالی سالنگ جان 19 تن را گرفته و بیش از 30 تن را راهی شفاخانه ساخته است. آتش سوزی شب گذشته زمان صورت می گیرد که یک موتر حامل مواد نفتی داخل تونل واژگون می شود و آتش سوزی رخ می دهد. ظاهراً بسیاری از مسافران در دو طرف محل آتش سوزی نمی توانند خود را نجات دهند. از همین رو آمار تلفات بیشتر شده است. یک تیم سیار از طرف ریاست ساعت آمه آمدن به ساحه. ما اینجا دیدیم، شاهدی بودیم که پرسنل محترم وزارت دفاع ملی کشور بسیار زیاد خوب درخشیدن، از کماندان صاحب فرقه آیش صاحب فرهاد گرفته تا آقای صاحب عباسی کماندان لوا آمدن، عملا خودشان در ساحه کار کردن که هر دوش به امی حالت که میبینین به امی حالت کار کردن به خاطر نجات همون شهیدایی که در ساحه گیر مانده بودن. د سهار تر اتو بجو پوری په بشپړه توګه اور مهار سوی دی. په دغه پیښه کې بدبختانه تر 12 پورې شهیدان او تر 8 پورې زخمیان لرو. البته یاد ارقام لا هم دقیق نه دي او د تغییر وړ دي، او د سالنګونو لوی لار اوس مهال د ترافیکو پر مخ بنده ده. له ټولو هیوادوالو په درنښت هیله کوو چې د ټولګټو وزارت تر بیا خبرتیا پورې دي پر د یاد لار له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. مجروحین این حادثه به شفاخانه های کابل، بغلان و پروان انتقال داده شدند. تیم های صحی وزارت صحت عامه و دفاع ملی هم خود را به محل رویداد رسانیدند. برخی زخمی ها توسط چرخبال ها به کابل انتقال داده شدند. ما دی سالنگ په تونل کې یو دی تیلو ټانکر څخه ورلګیدنه سوي، ټانکر په ځمکه باندې لویدلی ده او پټرول تیل ول او دا ورلګیدنه رامنځته سوي ده. سی 15 تنه زخمیان مونږه هماغه شپه د امنیت قومندان محترم ملا صاحب عزیزولا هماغه ساحې ته تللی وو او زخمیان انتقال کړل دي پروان روغتون ته، او جنوبي خوا ته 8 تنه شهیدان سوي دي. دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید وو او 11 تنه نور بیا نن راوستل او روغتون ته راوړي دي. سی هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلې دي او جسدونه واړه او غټ دي. سی په هغه کې ماشومان، زنانه او سپینګیری داسې کسان پکې شامل دي. نو هرچند به گفته مسئولان تیم های مدد رسان به محل حادثه رسیدند، اما این مسیر همچنان برای ترافیک مسدود است و صدها وسایل نقلیه به شمول موتر مسافربری و موترهای باربری در دو طرف سالنگ ها متوقف ماندند و منتظر باز شدن دوباره مسیر سالنگ هستند. اما آتش سوزی تا عصر امروز هم مهار نشده است.